هدف اصلی از آمد و رفت به حوزه تجلی چیست؟ گسترش آگاهی است. یکی میگه هدف اصلی از اومدن و رفتن به زمین اینه که به عشق برسی. خب عشق وضعیتی از آگاهیه. یه آدم در یه وضعیتی از آگاهی است که اصلا درک عشق نداره. بهش بگی عشق میگه اینا همش مزخرفه. عشق چیه؟ اصلا هم چیزی نیست. همون آدم محبت میبینینش مثل ابر بهار عشق می‌ریزه. که میگفت من اصلا به عشق اعتقاد ندارم اینا همه مزخرفه من هیچ وقت عاشق نشدم هیچ وقتم نمیشم شش ماه بعد میبینینش به یه حالی افتاده عاشق شده شم. ولی الان در وضعیت دیگری از آگاهی قرار گرفته که میتونه عشق رو درک کنه پس حتی عشق که اون هدف نیست عشق خودش درک عشق خودش وضعیتی از آگاهی است یکی از عشق گذر میکنه میدونین مراتب آگاهی اینه که شما از هر مرتبه گذر میکنین کیفیت قبلی رو از دست نمیدین کیفیت های بعدی به شما اضافه میشه وقتی شما طلب اشتیاق دارین برای آموختن برای رشد کردن وادی طلبه ولی وقتی از وادی طلب عبور میکنین حتی به عشق میرسین این نیست که طلب از دست میدین به عشق میرسین نه این طلب اون زیر هست عشق میاد افزوده میشه بهش مراتب بعدی افزوده هی افزوده میشه مراتب قبلی از دست نمیره مراتب قبلی شکوفا میشه رشد بیشتر پیدا میکنه چیزی کم کاسته نمیشه افزوده میشه آگاهی داره گسترش پیدا میکنه حتی وقتی یه نفر میگه هدف از بودن اینه که برسی به خدا به درک وحدت الهی برسی نه درک وحدت الهی وضعیتی از آگاهی است بعد از وحدت به حیرت میرسی حیرت آخر نه آخر نداره حیرت وضعیتی از آگاهی است به فنا برسی نه فنا وضعیتی از آگاهی است آگاهی تهش کجاست ته نداره بی پایانه انسان چیست انسان که کالبودش نیست که انسان اون آگاهی است که از طریق کالبودها در سطح تجلی عمل میکنه و تجربه میکنه و منجر به رشد درونی کمال باطنی فضا... به دست آوردن فضائل اخلاقی و گسترش آگاهی خود و دیگران و هستی می شود انسان اینه تفاوت روح و جان و نفس و آگاهی و شعور این پنج تا یکی نیستن این پنج تا با هم فرق دارن خیلی مفصله من خیلی کوتاه توضیح میدم خیلی کوتاه توضیح میدم رد میشم اوزا چطوره؟ عالیه. <townfamily> اوضاع ذهن چطوره؟ عالیه. اون <elderly> موش گیری، مچ خودتونو رو میگیری عالیه خودی وجود آفرین بر شما اون کسی که این رو می بینه خودتون هستین به این شیوه خیشتن حقیقی آهسته آهسته بیدار میشود آقا جاش هم فهم میکنه اگر نخنسید هر میکنم تو همون از همه جا <تصفح> <تصفح> چطور؟ از آدم تا خاتم دو خوبه خیلی خوبه بسیار خوبه خب بقیه چطور؟ جانم یه گزارش پسند حتما بفرمایید فقط کمی بلندتر لطفا من از هفته پیش تا الان بله هر وقت که مشاهده ذهن رو انجام میدادم بله دوچار تنش های عصبی میشدم از درون. اون آها اینکه فکر بیاد شروع میکردم به هم بله و میخواستم ببینم این واکنش عصبی که بدنشون نشون میده تپش قلب و اینا آیا ارتباطی داره به ذهن یعنی قسمتی تو ذهنه که این کار رو داره انجام میده یا ارتباط دیگه ای توضیح میدم خدمتتون خواهش میکنم ببینید این وضعیتی که برای شما پیش میاد این وضعیتی که برای شما پیش میاد نه فقط این وضعیت هر وضعیت دیگری چه در سطح جسم چه در سطح انرژی هاتون انرژی هایی که از تابش داره از شما دائم چه در سطح روان چه در سطح خود ذهن چون ذهن دارای مراتب دیگه عمدتا برمیگرده به نفس تحتانی عمدتا به نفس تحتانی برمیگرده ببینید نفس تحتانی احساس خطر میکنه که میترسه و واکنش ایجاد میکنه واکنش این واکنش میتونه به شکل تجربه‌ای که شما داریم نمود پیدا کنه میتونه به شکل یک آشفتگی شدید ذهنی نمود پیدا کنه میتونه به شکل یک سقوط در واقع احساسات و عواطف و توی فضای منفی قوت بر شدن نمود پیدا کنه و بیش از همه اینها میتونه به شکل بیماری نمود پیدا کنه بیش از 86 درصد از بیماری ها سایکوسوماتیک هستند از یک سرماخوردگی ساده بگیرید تا یک سرطان بدخیم مثلا طرف میگه که مامان تا هفته پیش حالش خوب بود حالش خوب بوده ولی اینجاش یه قده داره الان تست کردیم میگن سرطانه خیلی عجیبه آخه مامان که همیشه حالش خوب بوده در که اینطور نبوده در واقع مامان یه قصه هایی داشته غم و قصه هایی داشته تو خودش میریخته هیچی نمیگفته به روی خودش نمی آورده به روی خودش نمی آورده کسی هم کسی هم نمی دونسته هیچ وقت این رو بیان نمی کرده. چون خانوم ها تابندگی بیشتر دارن دهندگی بیشتر دارن ساختار ذهنی روانیشون اینجوریه دیگه خانوم ها اینا مطلق نیست اینا نسبیه همه آقایون بیشتر در واقع میکنن میبرن گیرندگیشون بیشتره خانوم ها قلبشون بازتره تابندگی بیشتر دارن دهندگی بیشتر روحیشون اینجوریه حالا اگه خانوم ها در موقعیت مادر قرار بگیرن میدونید این دهندگی این تابش این تابندگی به یک نقطه خیلی بالاتری میرسه به همین دلیل همه چی رو تو خودش میریزه به روی خودش نمیاره خودخوری میکنه و به اون تابندگی ادامه میده بعد از یک سال، دو سال، سه، پنج سال، ده سال، پونزده، بیس سال از یه جایی به بعد میدونید وقتی که از یه آستانهی میگذره یه چیزهایی میتونه نمود فیزیکی و جسمانی پیدا کنه حالا این مثال دیگه چیزشه خیلی خیلی بارز این قضیه است زنان به ویژه وقتی که در جایگاه مادر قرار می گیرند رو مثال زدم ولی در رابطه با همه من و شما هم صادقه در رابطه با همه صادقه حالا وقتی که شما کاری به کار نفس تحتانی ندارین اون خودش می جنگه و آشفتگی ایجاد میکنه و بیماری ایجاد میکنه و ناهنجاری ایجاد میکنه فکر کنید شما مستقیم دارید تو چشاش نگاه میکنید میگید من با تو کار دارم از این به بعد ما با هم کار داریم حواست تو جمع میدونید چه واکنشی ایجاد میکنه این قضیه و همونطور که قبلا راجبش صحبت کردیم وقتی از نفس تحتانی صحبت کنیم سلام خوش آمدین از نفس تحتانی صحبت میکنیم از یک بخشی از درون خودمون داریم حرف میزنیم که مستقل مستقل عمل میکنه شعور مستقل خودش داره مکانیزم های خاص خودش داره مثل یک موجود زنده است که زندگی میکنه آگاهی داره نه در حد انسان به معنای خیشتن حقیقی شما به معنای یک موجودی بین از جانور بالاتر هوشمندتر هوشیارتر ولی یه چیزی بین انسان و حیوان فرض کنید انگار یک چیزی در ما هست انگار که نه هست یک چیزی در ما هست باری نه 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 ببینین وقتی از اینتلیجنس صحبت میکنین یعنی شعور شعور با نفس فرق داره شعور با نفس با روح با آگاهی یکی نیستن فرق دارن تفاوتشون میدونین همگی؟ بله ببینین وقتی که من تونستم بهتون پاسخ بدم سوال قبلی رو متوجه شدین شما وقتی که ب... توی مقطعی مشخصا به طور مستقیم با نفس تحتانی یا ایگو کار دارین و مورد مشاهده قرارش میدین تحت تابش آ. آگ... اون حریف همه چیز هست فقط تحت تابش آگاهی اگر قرار بگیره محو میشه شما دارید این کار رو باش میکنید چون ما جلسه پیش به این موضوع اشاره جلسه اول به این موضوع اشاره کردیم که نفس تحتانی یا ایگو در واقع چیزی نیست که شما از سطح ذهن باهاش بجنگین واکنش بیشتر نشون میده و زورش بیشتر از شماست شما زورتون نمیرسه از سطح ذهن نمیشه با بخشی از ذهن مقابله کرد یا جنگید یا ازش عبور کرد نمیشه این کار کرد مگه اینکه شما از اون سطح به یک سطح بالاتر حرکت از, از یک سطح بالاتر عمل کنید از یک سطح بالاتر ذهن رو نگاه کنید بدون واکنش این میشه تابش آگاهی این میشه تابش آگاهی و تحمل تابش مستقیم آگاهی رو نداره و به محض اینکه تابش آگاهی صورت میگیره یعنی انگار یک بخش در درون ما که تا حالا فعال نبوده و اکنون فعال شده اکنون بیدار شده بیدار نبوده قبل از این خفته بوده ولی اکنون بیدار شده یک بخشی که یک آگاهیه که در سکون و سکوته و مثل یک ناظر عمل میکنه و شاهده داره نگاه میکنه شاهد ذهن است به محض اینکه شما شاهد ذهن شاهد گفتگوهای ذهنی شاهد فضای ذهنیتون میشین نگاهش میکنین همون لحظه در سطح بالاتری از آگاهی قرار گرفتین که دارین این کارو میکنین بنابراین مشاهده ذهن بیدرنگ منجر به تغییر وضعیت آگاهی میشه همون لحظه قطعا اینطوره نمیتونه اینطور نباشه و شما دارید نگاهش میکنید به همین دلیل چون ادامه نگاه کردن شما یعنی شاهد نفس بودن شاهد نفس تحتانی شاهد ایگو بودن شاهد اون بخش از ذهن که میدونید بودن باعث میشه که این در واقع محو میشه نیست میشه با تمام توان میجنگه برای اینکه خودش رو تثبیت کنه خودش رو نگه داره یک بخش در درون ما به شکل لجام گسیخته زبانه میکشه که قبل از این اینطور نبوده به همین دلیل خیلی ها این گزارش رو میدن که تا قبل از اینکه با این موضوع آشنا بشم بود بعضی وقتا افکاری داشتم اذیت میکرد ولی از وقتی که من درگیر این موضوع شدم و به این موضوع میپردازم اوضاع بدتر شده انگار شدیدتر شده انگار و خب واقعا این اتفاق میفته واقعا میفته چون توضیح تفاوت روح و جان و نفس و آگاهی و شعور این پنجتا یکی نیستن این پنجتا با هم فرق دارن خیلی مفصله من خیلی کوتاه توضیح میدم خیلی کوتاه توضیح میدم رد میشم ببینین شما وقتی که از شعور صحبت میکنین از شعور صحبت میکنین در واقع دارین از اون عاملی صحبت میکنین که تمام میدان ها چون جهان از چی ساخته شده از میدان ها فیلدز فیلد field, میدان ها ساخته شده و میدان ها هستند سیال انتظائی که کل فضا را در بر گرفته اند و در همه جهات بی وقفه در تموج هستند موج میزنه میدان ها اینجوری هستند میدان اینه 17 تا میدان رو ترم یک راجبش با هم صحبت کردیم 17 تا میدان معنیش نیست که 17 میدان در هستی هست 17 میدان تا کنون شناخته شده ما نمیدونیم چند تا میدان دیگه هست میدان ها روی هم اثر میگذارند و از هم اثر میپذیرند و منجر به تجلی میشوند ترم یک جلسه دوم راجبش با هم صحبت کردیم ذرات ذرات از یک الکترون بگیرین تا بقیه ذرات ذرات موجودات مستقل و اصیل و بنیادین نیستند ذرات در واقع نمود میدانها در یک نقطه از مکان و لحظه ای از زمان هستند هر ذره یک لحظه هست یه لحظه نیست هست نیست هست نیست هست نیست هست نیست هست و... یعنی پدیدار میشه ناپدید میشه دائم در هست و نیست شدنه دائم در حال ارتعاشه همه چیز یادت اون بحثا رو یادتونه ترم یک داشتیم همه چیز در حال ارتعاشه در حال هست و نیست شدنه هست میشه نیست میشه دوباره آفریده میشه جریان لاین قطع آفرینشه آفرینش مدام داره صورت میگیره و اون عاملی که سازماندهی میکنه نحوه عملکرد میدان ها رو یعنی نحوه عملکرد همه رویدادها در سطح تجلی رو بهش میگیم شعور یا اینتلیجنس برای توضیح شعور از بادی اینتلیجنس یا شعور جسم آغاز کردیم که مادی نیست من اون بحث رو نمیخوام دوباره باز کنم دو سه ساعت طول میکشه بنابراین شعور شعور عاملی است که سازماندهی میکنه مدیریت میکنه تجلی رو و قوانین حاکم بر تجلی رو خود میدان ها خود میدان ها همگی در یک میدان واحد ریشه داشتند انشتن میگه یونیفاید فیلد میدان واحد میدان واحد یونیفاید فیلد که بعد حالا این تغییر ای شکل پیدا کرد هی کاملتر شد امروز بهش میگن کوانتوم فیلد میدان کوانتومی یک میدان واحده که همه میدان ها و همه تجلیات از بستر این میدان متجلی میشن در این میدان همه میدان هایی که وجود دارن مگه دائم دا دا در حال ارتعاش نیستند هر جا ارتعاش هست سیگنال هست یعنی دیتا داره جابجا میشه معنیش اینه بنابراین شعور کل هستی رو در بر گرفته جمله انشتن یادتونه این میدان یونیفاید فیلد این میدان واحد است که تجلی را و رفتار ذرات را مدیریت می کند. این جمله انشتن میدان با... وقتی راجع شعور حرف میزنین دارین از یک میدان حرف میزنیم. که این میدان بستر تجلی است و همه قوانین هستی و قوانین تجلی در این بستر جاری هستند شما میگین جاری یعنی کجا جاریه موج همش دیتا داره منتقل میشه این شعوره همه گیری همه جا همه, همه چی همه جا رو پر کرده کل هستی کل فضا کل زمان همه چیز این شعوره ولی وقتی شما راجبه آگاهی صحبت میکنین آگاهی صحبت میکنین دارین راجب عاملی صحبت میکنین که به شکل بیواسطه بودن را در سطح تجلی ادراک میکند یعنی اگر شعور یک به شکل یک میدان عمل بکنه که همه قوانین در این میدان عمل می کنند اعمال می شوند و منجر به تجلی می شوند این یک مکانیزم نرم افزاری اتوماتیکه که هوشمند عمل میکنه، کنه اوتو رانه. خودش ران میشه خودش ران شد ران هست اوتورانه اتوماته همه قوانین همه همه چی معادله است همه چی ریاضیاته همه چیز همه این اتفاقات در بستر شعوره میفته شعور بستر این تجلی به همه این رویداد هاست شعور اینه ولی شعور به عنوان یک عاملی که بودن را در سطح تجلی بیواسطه ادراک و تجربه میکنه نیست بلکه عامل تجلی یافتن سطح فیزیکی است وقتی راجع به آگاهی صحبت میکنین آگاهی در واقع عاملی است که میتونه بودن رو در سطح تجلی که شاهکار شعور هست تجربه کنه و خودش رو گسترش بده. خودش رو گسترش بده. هدف اصلی از آمد و رفت به حوزه تجلی چیست؟ گسترش آگاهی است. همینه. فقط همینه. یکی میگه هدف اصلی از اومدن و رفتن به زمین اینه که به عشق برسی خب عشق وضعیتی از آگاهیه یه آدم در یه وضعیتی از آگاهی است که اصلا درک عشق نداره بهش بگی عشق میگه اینا همش مزخرف عشق چیه اصلا چیزی نیست همون آدم محبت میبینینش مثل ابر بهار عشق میریزه که میگفت من اصلا به عشق اعتقاد ندارم اینا همه مزخرفه من هیچ وقت عاشق نشدم هیچ وقتم نمیشم شش ماه بعد میبینینش به یه حالی افتاده عاشق شده شم. ولی الان در وضعیت دیگری از آگاهی قرار گرفته که میتونه عشق رو درک کنه پس حتی عشق که اون هدفه نیست عشق خودش درک عشق خودش وضعیتی از آگاهی است یکی از عشق گذر میکنه میدونید مراتب آگاهی اینه که شما از هر مرتبه گذر میکنین کیفیت قبلی رو از دست نمیدین کیفیت های بعدی به شما اضافه میشه وقتی شما طلب اشتیاق دارین برای آموختن برای رشد کردن وادی طلبه ولی وقتی از بادی طلب عبور میکنین حتی به عشق میرسین این نیست که طلب دست میدین به عشق میرسین نه این طلب اون زیر هست عشق میاد افزوده میشه بهش مراتب بعدی افزوده هی افزوده میشه مراتب قبلی از دست نمیره مراتب قبلی شکوفا میشه رشد بیشتر پیدا میکنه چیزی کم کاسته نمیشه افزوده میشه آگاهی داره گسترش پیدا میکنه حتی وقتی یه نفر میگه هدف از بودن اینه که برسی به خدا به درک وحدت الهی برسی نه درک وحدت الهی وضعیتی از آگاهی است بعد از وحدت به حیرت میرسی حیرت آخر نه آخر نداره حیرت وضعیتی از آگاهی است به فنا برسی نه فنا وضعیتی از آگاهی است آگاهی تهش کجاست ته نداره بی پایان این متوجه شدین آگاهی یا گسترش آگاهی در واقع وقتی شما از آگاهی صحبت میکنین یعنی راجع به عاملی دارین صحبت میکنین که بیواسطه بودن را ادراک میکند و منجر به گسترش خود و هستی میگردد انسان چیست؟ انسان که کالبودش نیست که انسان اون آگاهی است که از طریق کالبودها در سطح تجلی عمل میکنه و تجربه میکنه و منجر به رشد درونی، کمال باطنی، فضا... به دست آوردن فضائل اخلاقی و گسترش و آگاهی خود و دیگران و هستی می شود انسان اینه و هدف اصلی از اومدن و رفتن به زمین زمین منظورم سیاره زمین نیست به سطح تجلیست چیه نهایتش؟ گسترش آگاهیه بیداری درونیه کمال باطنیه برای همه همینه هدف بیرونی آدم ها یکی نیست هدف بیرونی آدم ها با هم فرق داره هدف مادی بیرونی بعضیا خیلی فعالند بعضیا خیلی برونگران بعضیا خیلی درونگران بعضیا خیلی اهداف مادی دارن بعضیا خیلی علاقمند به هنر هستند به امور فرهنگی به فلسفه به علم به بیزینس به پول درآوردن بعضیا فقط به دنبال هر کسی به دنبال یه چیزه خواسته های بیرونی اهداف بیرونی آدم ها شبیه هم نیست متفاوته ولی هدف درونی همه آدم ها یک چیزه بیداری درونی کمال باطنی گسترش آگاهی کلش همین متوجه تفاوت آگاهی و شعور شدین در واقع شعور اون مکانیزم است این تجلی و قوانینش این شعور اینه آگاهی اونیه که میاد تو این بستر تجربه کسب میکنه رشد میکنه میره ولی وقتی این آگاهی به حوزه تجلی میاد صاحب ابزارالات فیزیکی از جنس این تجلی فیزیکی میشه متوجه هستین؟ و این بدن فیزیکی با غذا زنده است و با یه چیزهای دیگه مثل انرژی های حیاتی بحث انرژی جان پیش میاد جان جان نه شعوره نه آگاهیه نه نفسه جان میدونین مثل چی میمونه وقتی شما یک کامپیوتر میخرین، سخت افزار رو خریدین، ولی نرم افزار نداره، کار نمیکنه. ولی این نرم افزار خوب هم اگر داشته باشین، او اس خوب داشته باشین، ویندوز مثلا نصب میکنین روش، ستاپش میکنین، آماده است. ولی باز این خودش با اینکه نرم افزار هست، سخت افزار هست، تا وقتی که برق نباشه، کار نمیکنه. شما دو رو میزنین به پریز، جریان برق حالا این سخت افزار نرم افزار امکان حرکت پیدا میکنه متوجه هست عمل کار میکنه کار میکنه اون انرژی پرانا یا نیروی حیات یا جان جریان پیدا میکنه جان عامل حرکت عوامل تجلی یافت است مثل کامپیوتر شما که این تا وقتی به برق باید وصل این برق جا باید, باید جریان پیدا کنه که کل این مکانیزم عمل کنه جان اون انرژی است که هندی بهش میگن پرانا به فارسی بهش میگیم نیروی حیات یا انرژی حیات یا جان پس جان با آگاهی و شعور تفاوت میکنه نفس نفس هیچ کدوم اینا نیست نفس هیچ کدوم اینا نیست نفس اون بخش از آگاهی است که فردیت یافته نفس اون بخش از آگاهی است که فردیت یافته و به طور مستقل تجربه میکنه بودن رو این نفسه که رشد میکنه منجر به رشد آگاهی ما میشه یه مثالی من قبلا براتون زده بودم که ما یه بخش فردیت یافته داریم یه بخش تمامیت یافته داریم اون بخش فردیت یافته نفسه نفس تحتانی بخشی از نفس شماست نفس تحتانی میتونه تحت تابش و آگاهی و مشاهده پرورش پیدا کنه و به نفس متعالی تبدیل بشه متوجه هستین؟ پس نفس باز نه آگاهیه نه شعوره نه جانه و یه روح داریم روح خودش کالبوده روح کالبوده مثل فیزیکال بادی بدن فیزیکی، استرال بادی، بدن اسیری، منتال بادی، کالبود ذهنی، ایموشنال بادی، کالبود عاطفی یا کالبود روانی، ایدریک بادی، کالبود اتری، سپریچوال بادی، کالبود روحانی، روح، کالبود من، کالبود ولی بازم کالبده، برای حرکت در سطوح معنوی و روحانی کالبود روحانی عمل می کند در سطح فیزیکی کالبد فیزیکی عمل میکنه در سطح ذهنی کالبد ذهنی عمل میکنه در سطح روح در سطح جهانهای روح جهانهای معنوی در سطح معنوی در سطح روحانی روح با کالبد روح شما تجربه میکنین همونطور که در سطح فیزیکی از طریق کالبد فیزیکی شما جهان فیزیکی رو تجربه میکنین ولی اون چیزی که تجربه میکنه جهان رو جسم نیست عاملی که از طریق جسم فیزیکی جهان فیزیکی رو تجربه میکنه شما هستید از کالبوت ها استفاده میکنه و هر یک از کالبوت ها وسیله است برای حرکت در هر یک از سطوح تجلی وسیله حرکت در این سطح از تجلی که کاملا فیزیکی است بدن فیزیکی است وسیله حرکت در جهان های ذهنی یا سطوح ذهنی کالبد ذهنی وسیله حرکت در سطوح معنوی یا روحانی کالبد روح است spiritual body کالبد روح کالبد روحانی شما کالبد معنوی شما ولی باز کالبده ولی وقتی راجع به آگاهی صحبت میکنیم آگاهی کالبد نیست آگاهی عاملی است که به واسطه کالبدها هر یک از سطوح تجلی رو ادراک و تجربه میکنه و منجر به گسترش آگاهی خود دیگران و تمامیت هستی می شود. عامل به کمال رسید عامل آشکار نمودن کمال در سطح تجلی اون آگاهی که شما حقیقتا هستین. متوجه تفاوت روح با آگاهی و شعور و جان و نفس شدین؟ این پنج تا یکی نیستن اینا هر کدوم یه چیز دیگه متفاوتن اینا و همه ای ما همه اینا رو داریم همه اینا رو داریم خیلی چیزای دیگه هم داریم